در جهان امروز نبردها دیگر تنها به زمین و دریا محدود نمی شوند. آسمان به عنوان عرصه بیره و تعیین کننده به میدان اصلی کشمکش قدرت های بزرگ تبدیل شده است هر کشوری که بتواند حریم هوایی خود را از چشم تیزبین پرنده های جاسوسی و چنگال تهاجمی جنگنده های دشمن حفظ کند عملا یک سپر آهنین برای بقای ملی و امنیت راهبردی خود ساخته است ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در طول دههای گذشته به خوبی درک کرده است که بدون داشتن یک سامانه پدافند هوایی بومی نه تنها توان دفاعی بلکه توان بازدارندگیش نیز در برابر دشمنان منطقه‌ای و ای به خطر می‌افتد اینجاست که داستان تولد و تکامل باور 373 آغاز می‌شود شود سامانی که بسیاری آن را قاتل پنهان آسمان ایران می نامند ماجرا به سالهایی باز می گردد که ایران تلاش داشت سامانه پدافند هوایی S-300 روسی را وارد کند قراردادی بسته شد اما با فشارهای خارجی و تحریمها روسیه از تحویل آن خودداری کرد این اتفاق تلخ اما نقطه عطفی مهم در تاریخ صنایع دفاعی ایران شد تصمیم راهبردی گرفته شد اگر دیگران به ما پدافند نمیفروشند خودمان باید آن را بسازیم حتی اگر سخت طولانی و پرهزینه باشد بدین ترتیب پروژه ای عظیم آغاز شد که هدفش طراحی و تولید یک سامانه پدافندی با توانایی های مشابه و حتی برتر از S300 بود این پروژه بعدها با نام باور 373 شناخته شد عددی که نماد اعتماد به نفس و باور ملی در برابر فشارهای بیامان دشمنان بود باور 373 تنها یک موشک یا رادار نیست بلکه یک شبکه پیچیده و یک پارچه از اجزا و فناوری های پیشرفته است قلب تپنده این سامانه رادارهای چند بودی و قدرتمندی است که قادرند همزمان صدها هدف را در شعاع وسیعی شناسایی کنند این رادارها با استفاده از فناوری آرایه فازی فعال می توانند جنگنده های پنهانکار، موشک های کروز و حتی پرنده های بدون سرنشین کوچک را نیز ردیابی کنند. آنچه این سامانه را ویژه می سازد، توانایی مقابله با اهداف در ارتفاع بالا و برد بلند است. ویژگی که تنها معدودی از کشورها در جهان در اختیار دارند. تصور کنید یک جنگنده ی نسل پنجم دشمن مجهز به با... آخرین فنناوری های پنهانکاری با اعتماد به نفس کامل وارد آسمان ایران می شود خلبان تصور می کند که هیچ راداری قادر به دیدنش نیست اما در عمق خاک ایران آنتن های قدرتمند باور 373 در حال چرخش و اسکن بیوقفه آسمانند پالس های راداری با الگوریتم های پیشرفته پردازش می و ناگهان نقطه کوچک اما مشخص روی سفر صفحه ظاهر می شود. مرکز فرماندهی به سرعت هدف را تایید کرده مختصادش را محاسبه می کند و دستور شلیک صادر می شود. موشک های آسا از پرتابگرهای عمودی برخواسته با سرعتی چند برابر صوت به سمت هدف اوج می گیرند در کسری از ثانیه جنگنده دشمن که خود را پنهان می در آتش و انفجاری مهیب فرو می ریزد این همان لحظه ای که باور 373 به معنای واقعی کلمه با قاتل پنهان آسمان ایران تبدیل می شود اما این سامانه تنها برای دفاع نقطه یا مقابله با یک یا دو هدف طراحی نشده است. باور 373 در واقع یک سپر ملی است که میتواند به صورت شبکی در سراسر کشور گسترش یابد. رادارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط بوده و داده ها را در لحظه مبادله می کنند. این شبکه یک پارچه همانند مغزی واحد عمل کرده و امکان ندارد هیچ پرنده دشمنی بی صدا و بی رد پا وارد آسمان ایران شود چنین توانایی نه تنها در دفاع موثر است بلکه بازدارندگی عظیمی نیز ایجاد می کند دشمنان به خوبی می دانند که پرواز در آسمان ایران بدون ریسک نابودی کامل تقریبا غیر ممکن است. از منظر فنی باور 373 قادر است اهدافی را تا برد بیش از 200 کیلومتر و ارتفاع بیش از 27 کیلومتر رهگیری و نابود کند. موشک های مورد استفاده در این سامانه با نام سیاد شناخته می شوند و هر نسل آن نسبت به قبلی دقیق تر سریعتر و مرگبارتر طراحی شده است پرتابگرهای عمودی این سامانه باعث می شوند که زمان واکنش کاهش یافته و موشک ها در هر زاویه ای بتوانند پرتاب شوند عاملی حیاتی برای مقابله با حملات اشباعی یا موشک های پرسرعت اما شاید جذاب ترین بخش داستان باور 373 بومی بودن آن است ایران در طراحی این سامانه نه تنها به فناوری های خارجی متکی نبود بلکه بسیاری از اجزای حیاتی آن را از صرف طراحی و تولید کرد از پردازنده های دیجیتال و نرم های کنترل آتش گرفته تا سامانه های الکترونیکی و آنتن های عظیم همه در داخل کشور توسعه یافتند این دستاورد پیام روشنی به جهان مخابره کرد ایران حتی در شدیدترین شرایط تحریم و فشار توانسته یکی از پیچیده ترین های پدافند هوایی جهان را بسازد ابعاد راهبردی باور 373 نیز بسیار مهم است وقتی یک کشور توانایی دفاع از آسمان خود را داشته باشد عملا امنیت نیروهای زمینی دریایی و زیرساختهای حیاتیاش تضمین می‌شود. نیروگاه‌ها، پالایشگاه ها، مراکز فرماندهی و حتی شهرهای بزرگ همگی در سایه چتر این سامانه قرار می گیرند. این یعنی دشمن دیگر نمیتواند با یک حمله هوایی برقاسا ساختار حیاتی کشور را فلج کند در واقع باور 373 نه تنها یک سامانه دفاعی بلکه یک ابزار بازدارندگی نظامی است با گذشت زمان کارشناسان نظامی ایران هم وارد تلاش کردن نسخای ارتقا یافته ای از این سامانه را عرضه دهند هر نسل جدید با رادارهای قوی تر موشک های و نرمافزارهای افزارهای پیشرفته تر همراه بوده است برخی گزارش ها حتی از قابلیت درگیری با اهدافی در برد بیش از 300 کیلومتر و مقابله با موشک های بالستیک حکایت دارند قابلیتی که تنها در اختیار قدرت های معدودی چون روسیه و آمریکا است اگر این گزارش ها درست باشد ایران عملا توانسته به باشگاه انحصاری توسعه دهندگان سامانه های دفاع هوایی برد بلند وارد شود. اما نکته ای که باور 373 را بیش از همه متمایز می کند انصر غافلگیری است. دشمن ممکن است درباره سامانه های غربی یا روسی اطلاعاتی داشته باشد. اما در مورد سامانه ای که کاملا بومی است تقریبا هیچ داده دقیقی در دسترس ندارد. همین موضوع باعث می شود که هر محاسبه دشمن برای حمله با ریسک بزرگی همراه باشد. آنها نمی دانند برد واقعی این سامانه چقدر است یا چه نوع الگوریتم های در رادار آن به کار رفته این عدم قاطعیت همان چیزی است که قدرت بازدارندگی ایران را دوچندان می کند باور 373 امروزه نه تنها یک دستاورد نظامی بلکه یک نماد ملی است نمادی از اینکه ایرانیان می توانند با تکیه بر توان داخلی پیچیده ترین فناوری ها را توسعه دهند این سامانه پیامی روشن به جهان مخابره می کند اگر کسی بخواهد آسمان ایران را تهدید کند با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد پاسخ نه در حد هشدار بلکه در قالب نابودی هر جسم خارجی به همین دلیل است که بسیاری آن را قاتل پنهان آسمان ایران مینامند قاتلی که آرام و بی صدا در پس رادارهای قدرتمند خود کمین کرده اما در لحظه خطر ضربه این مرگبار و برقاسا وارد می کند امروز هر خلبانی که قصد پرواز در نزدیکی مرزهای ایران را دارد به خوبی می داند که سایه ای نامرئی در آسمان او را تعقیب می کند سایه ای به نام باور 373 اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما